برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. تعدادی از شیعیان و خادمان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به مناسبت ایام فاطمیه و با هدف خدمت رسانی به زائران موکب هایی را در اطراف مسجد کوفه برپا کردند. گفته می شود در این مواکب که از صبح روز دوشنبه برپا شده، آب آشامیدنی و غذا بین زائران و عزاداران فاطمی در سه شیفت صبح، ظهر و شب توزیع می گردد. مقام های محلی هفت استان در کشور عراق از تعطیلی اداره های این کشور در سال روز شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خبر دادند. گفتنی است این هفت استان عبارتند از کربلای معلا، نجف اشرف، بابل، المثنا، زیغار، واسط و دیوانیه می باشند. مجمع علمی قرآن کریم از مراکز وابسته به آستان مقدس عباسی علیه السلام از آغاز یک طرح قرآنی در دانشگاه ها و دانشکده های شهر مقدس کربلا خبر دادند. این مجمع قرآنی هدف از برگزاری این طرح را مورد خطاب قرار دادن دانشجویان و بالا بردن فرهنگ قرآنی در میان آنها عنوان کرد. حسینیه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه از مراکز وابسته به دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله در کشور کویت میزبان برگزاری مجلس عزای فاطمی بود. در این مراسم علاوه بر تلاوت قرآن کریم در ابتدای مجلس، شیعیان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام به سخنرانی درباره زندگی و فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها گوش فرا داده و سپس مراسم عزاداری به همین مناسبت برگزار گردید. دو کاروان زیارتی عراقی که به ایران سفر کردند در بیت بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شهر مقدس قم حضور یافتند. این دو کاروان که از شهرهای بصره و ناصریه در جنوب عراق هستند، علاوه بر شهر مقدس قم در این سفر زیارتی خود راهی شهر مقدس مشهد شده و به پابوسی امام رضا علیه السلام هم می روند. منابع محلی گزارش دادن شاخص قیمت مصرف کننده در کشور لبنان که از وضعیت وخیم اقتصادی رنج می برد در ماه نوامبر با افزایش بیش از 4 برابری قیمت آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به 142% رسید. بر اساس داده‌های اداره مرکزی آمار لبنان، تورم در لبنان در 11 ماه اول سال 2022 به طور متوسط 189% نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. انجمن دفاع از آزادی روزنامه‌نگاران در عراق در گزارش سالانه خود به رصد موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران و خبرنگاران طی سال 2022 میلادی پرداخته و از افت شدید آزادی عمل روزنامه‌نگار اشاره کرد. در این گزارش تأکید شده که بر اساس این گزارش وضعیت آزادی عمل روزنامه‌نگاران در عراق شاهد افت آشکاری بوده و دولت عراق به افزایش آمار نقض حقوق و آزادی خبرنگاران و تداوم این موارد در منطقه اقلیم کردستان عراق و بازداشت خبرنگاران به اتهام جاسوسی، برهم زدن نظم و توطئه علیه دولت اقلیم توجهی نکرده است.